تنین شعار مرگ بر خامنه‌ای توسط کارگران نجف آباد، تجمع مردم تهران در میدان جمهوری و بزرگراه نواب، اعتراض به گشت‌های سرکوبگر، بستن اتوبان و فراری دادن مأموران، اعتراض ساکنان شمالی محله شمیران نو تهران و درگیری با مأموران اداره ثبت املاک، تجمع اعتراضی خانواده و بستگان یک زندانی جانباخته در سنندج، حرکت اعتراضی شمار زیادی از کارکنان پیمانکار اداره آب و فاضلاب شهر ری، اعتراض پیمانکاران اداره آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه، تجمع اعتراضی کشاورزان منطقه گهواره و گوران کرمانشاه، تحریم جلسه مزدوران بسیجی توسط جمعی از استادان دانشگاه آزاد شهر کرد، ممانعت از درمان 18 زندانی سیاسی اوین به منظور زجر کش کردن آنها، تعدادی از زندانیان از بستگان مجاهدان اشرفی هستند و حکم 6 سال زندان برای فروشنده سیدی طنزهای سیمای آزادی در شهر کرد. کارگران شهرداری در نجف آباد روز یکشنبه با شعار مرگ بر خامنه‌ای و شکستن شیشه‌های ساختمان شهرداری خشم خود را علیه رژیم آخوندی ابراز کردند. آنها به خودداری کارگزاران رژیم از پرداخت حقوق و تسویه حساب با پیمانکاران اعتراض کردند. دقایقی بعد از این حرکت اعتراضی، نیروهای لباس شخصی مجهز به سلاح وارد صحنه شدند و کارگران را وحشیانه مورد حمله قرار دادند. یکی از کارگران به نام سجادی خونالود راهی بیمارستان شد. خانواده این کارگر گفتند تا ساعت 22 همچنان در کما بوده است. مزدوران لباس شخصی همچنین بیش از 60 تن از کارگران را دستگیر کردند. بیش از 200 تن از مردم معترض در میدان جمهوری تهران و علیه رفتار سرکوبگرانه گشت‌های نیروی انتظامی در این میدان و بزرگراه نواب اعتراض کردند. معترضان بزرگراه نواب را در ساعت 21 تا 22 شب بستند و ترافیک سنگینی به دلیل حضور مردم در وسط بزرگراه شکل گرفت. مردمی که در اطراف مراکز خرید میدان جمهوری حضور داشتند، با دیدن این صحنه به وسط بزرگراه نواب آمده و در جنوب میدان جمهوری تقاطع بزرگراه نواب با خیابان ارومیه تجمع اعتراضی برپا کردند. نیروهای سرکوبگر رژیم از ترس خشم مردم محل را ترک کردند. ساکنان شمالی محله شمیران نو در یک تجمع اعتراضی در مقابل اداره ثبت املاک با ماموران این اداره درگیر شدند. این تجمع روز یکشنبه 27 مرداد صورت گرفت و معترضان به راندخاران اداره ثبت املاک اعتراض کردند. به گفته مردم ساکن در این منطقه، بسیاری از واحدهای مسکونی محله شمیران نو واقع در شرق تهران بدون سند و به صورت قولنامه‌ای هستند که مردم در این زمین‌ها ساخت و ساز کردند. اما اخیراً گروه‌های راندخار و زمینخار حکومتی با سندسازی قصد تصاحب این زمین‌ها و خانه‌های مسکونی مردم را دارند. کشاورزان منطقه گهواره و گوران کرمانشاه در اعتراض به غارت اموالشان توسط ایادی رژیم آخوندی در مقابل سیلوی این منطقه تجمع کردند. معترضان گفتند مقام‌های دولتی باسکول سیلو را دستکاری کرده و وزن محصولات آنها را کمتر از وزن واقعی نشان می‌داده و به این ترتیب میزان زیادی از محصولاتشان را به غارت بردند. شمار زیادی از کارکنان پیمانکار اداره آب و فاضلاب شهر ری روز یکشنبه 27 مرداد در مقابل این اداره تجمع اعتراضی کردند. آنها خواستار استخدام رسمی پس از چند سال شدند. در کرمانشاه پیمانکاران اداره آب و فاضلاب روستایی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل این اداره تجمع کردند. جمعی از استادان دانشگاه آزاد شهر کرد جلسه مزدوران بسیجی را تحریم کردند. پس از این حرکت اعتراضی این استادان از طریق پیامک تهدید شدند. خانواده و بستگان یک زندانی به نام شورش باطمانی که در بند قرنطینه زندان مرکزی سنندج به طرز مشکوکی جانباخت، در مقابل این زندان تجمع کردند و جویای علت مرگ فرزندشان شدند. اما دشخیمان رژیم آخوندی به آنان یورش بردند و مانع از ادامه این تجمع شدند.
رژیم ضد بشری آخوندی با ممانعت از درمان 18 زندانی سیاسی زندان اوین که از بیماری‌های مختلف و خطرناک رنج می‌برند، قصد زجر کش کردن آنها را دارند. برخی از این زندانیان بیماری‌های قلبی، تنفسی و سرطانی دارند. اسامی این زندانیان سیاسی که تعدادی از آنها از بستگان مجاهدان اشرفی هستند، عبارتند از احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم، رضا انتصاری، اسقر قطان، محمد صدیق کبودوند، محمد سایمی، سعید متینپور، یاشار دارالشفا، سینا عظیمی، حمید نوید، نسور نقیپور، امیر خرم، امیر اسلامی، رحمان قهرمانپور، اسماعیل برزگری، مهدی خدایی، حسن فرجی و علیرضا احمدی. رژیم آخوندی در یک اقدام هراس‌آلود یک فروشنده سیدی طنزهای سیمای آزادی را در شهر کرد به 6 سال زندان محکوم کرده است. وی فرهاد ربیعی نام دارد. رژیم آخوندی برای 4 تن از برگزار کنندگان کنسرت راک در تهران وثیقه سنگین 50 میلیون تومانی تعیین کرد و آنها را روانه زندان گوهردشت کرج کرد. اسامی این 4 نفر عبارتند از پوریا کمالی، احسان محمودی، علی احتمامی و محمد خردمند. روز جمعه 25 مرداد ماه ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی به مراسم کنسرت راک در تهران حمله کردند و بیش از 200 تن از شرکت کنندگان در آن را دستگیر کردند و مانع از برگزاری مراسم شدند. عکس‌های جدیدی از تظاهرات روز شنبه مردم عراق به دستمان رسیده است. در این تظاهرات که از صبح شنبه تا پاسی از شب ادامه داشت، تظاهر کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند.